کلید آنو آف به سمت جلو روشن میکنه، عقب خاموشه. سیستم در حالت باتری چک، اگه روشن بشه باتری و نیروی سیستم رو کنترل میکنه که صدا ممتد و یه نواخته. علاوه بر صدای ممتد، اعداد دیجیتال رو ارقام بالاست و رنگ چراغ قرمزه که نشون میده باتری کامله. در صورتی که باتری ضعیف بشه رنگ چراغ سبز میشه. عدد دیجیتال بین 30 تا 40. برای کاوش رو حالت متال تنظیم میکنیم که اهداف سطحی یا عمق اولیه رو میتونیم رو تنظیم بی صدا حرکت کنیم و وقتی به هدف برسیم صدای سیستم روی نقطه در بیاد. خب برای تنظیم بی صدای سیستم تو حالت متال، سه تا بلوم بعدی رو حداقل قرار میدیم و قبل حرکت کلید تریگر رو میزنیم تا سیستم بی صدا باشه. روی نقطه مورد نظر سیستم واکنش صوتی ایجاد میکنه. حالت بعدی کیوه که تو اعماق زیاد اهداف رو بخوایم پیدا کنیم به صورت تنظیم صدای زمینه که صدای یه نواخت و ممتده به هدف برسه، افزایش کاهش صدا داره. و همچنین رو حالت کیو میتونیم اهدافی که در داخل غار، کانال یا حفره باشه جستجو و کاوش کنیم. این کلید تو بعضی از سیستم ها موجوده و تو بعضی از سیستم ها تعبیه نشده که تو عملکرد اصلی سیستم هیچ فرقی نداره. قسمت بعدی تنظیم ترشول که حد آستانه صدا رو تنظیم میکنی که به عبارت ساده تر ولوم سیستمه که هرچه به سمت پایین تنظیم بشه و در حالت بسته قرار بگیره سیستم ما به حالت بی صدا تنظیم میشه و هرچقدر رو به سمت اعداد بالا تنظیم کنیم تنظیم به حالت صدای زمینه میاد که کاربرد اون تو اعماق زیاد جهت تفکیک فلزات آهنی و غیر آهنی رو تون اسوات که اپراتور میتونه با کارکرد زیاد تجربه داشته باشه تا بتونه عمل تفکیک رو در این حالت به دست بیاره. قسمت بعدی کلید سیگنال بالانس که برای حساسیت نفوذپذیری امواج تو عمقای مختلفه که در حالت بسته سیستم اهداف سطحی یا عمق اولیه رو کاوش میکنه. هرچقدر هدف ما در اعماق زیاد باشه تنظیممون رو اعداد بالاتر یا بالاتر از حالت نرمال قرار بگیره سیستم کاوش بهتری رو میتونه داشته باشه. قسمت بعدی گراند بالانسه که تنظیم کننده اصلی سیگنال بالانسه که تو محیط های مختلف که اهداف معدنی به صورت خالص یا ناخالص باشه میتونیم تنظیم کنیم به این شکل که اگه تو یه منطقه اهداف معدنی به صورت یک پارچه و گسترده موجود باشه و سیستم به اون حساس بشه با تنظیم این قسمت بر روی اعدادی که ولوم صدا رو قطع کنه سیستم آماده کار برای کاوش اهداف غیر از انواع معدنی خالص. کلید سه حالت فلزی که تو مناطق مختلف استفاده میشه، حالت وسط، حالت خونسا یا نرماله که تو تمامی شرایط میشه استفاده کرد، یا روش نقطه زنی غیر حرکتی که بر روی نقطه مورد نظر در حالت وسط میتونیم استفاده کنیم. حالت فست برای مناطقی که محیط کوهستانی، ناسازگار یا سفت و سخت باشه که ارسال و دریافت امواج در این حالت قوی‌تر و سریع‌تر است. حالت اسلو برای مناطقی که محیط یک دست یا سازگار باشه و مواد معدنی خالص و یک دست باشه. این قسمت کلید دو حالت است، فقط برای روشن شدن یا خاموش کردن دیجیتال می باشد. کل عملکرد اصلی سیستم پس از تنظیم کلید تریگره که قسمت مهم سیستمه، یعنی قبل از هر حرکت این کلید رو یک بار میزنیم تا سیستم به حالت اولیه برگرده.
در رابطه با کیو باید بدونید اصل عملکرد سیستم برای بهترین کاوش با تفکیک توسط کیو. شما در کیو میتونید تمرین کنید، فلزات در اعماق مختلف بذارید کنار هم یا دور از هم، تغییر صدا و نمونه صدا رو نسبت به اون منطقه و حوزه متوجه شی، ولی صداها عموما به یه شکلی و بهترین تفکیک شما میتونید از کیو توسط تغییر صدا انجام بدید. اصولا سیستم های کوئلی یا لوپی تفکیکشون توسط صداشونه و صدا میتونه مشخص کنه چه فلزیه و این هم بستگی به شنوایی شما و دقت شما و تمرینتون و آشنا شدنتون با نوع صدا و روی فلزات مختلف داره. پس در نتیجه شما بر روی کیو و متال یک زمان، یک حالت و به یک میزان به طور کامل تمرین کنید تا بتونید بهترین کارایی رو به دست بیارید و هر منطقه‌ای رو که خواستید وارد شید تنظیمات رو بهتر به دست بیارید. بهترین کار اینه که از اون حجم فلزی رو که می‌خواید پیدا کنید در اون عمق مورد نظرتون بذارید یا حداقل در سطحی از اون بذارید و بهترین تنظیم رو به دست بیارید که اگر خواستید در منطقه در عمق بیشتری کار کنید بهترین کارایی بتون به دست بیاد. پس عملکرد شما اول بستگی به تجربه خودتون داره و بعد به درست تنظیم کردن سیستم نسبت به سطح هدف و موقعیت اون منطقه. اصولا برای تنظیم ترشهولد یک تنظیم عمومی هست ولی تنظیم تخصصیش با خود شماست و باید اون رو تمرین بکنید. اعداد بالا رو برای اهداف بزرگ میذارم، متوسط برای اهداف میانگین و اعداد پایین برای اهداف کوچکه، ولی این بستگی به موقعیت، زمین و نوع مکان شما داره. شما اگه در یک منطقه آلوده با اهداف بسیار مختلف روبرو بشین، بهترین کار اینه که شما از سیستم اعداد بالا بهره ببرید، ولی امکان داره در اون منطقه اصلا اعداد بالا در موقع تمرین به شما یا در موقع آزمایش بر روی تست اون منطقه جواب نده و مجبور شید از اعداد پایین بهره ببرید. چون فلزیاب ها نسبی هستن، عملکردشون هم به نسبت اون موقعیتی که شما درشون قرار میگیرید با همدیگه فرق میکنن. پس بهترین کار اینه که شما تمریناتون رو در همون حوزه‌ای که میخواین کار بکنید هم یک بار انجام بدین و بهترین تنظیمات رو به دست بیارید. کار کردن با سیستم و موفقیت با سیستم های فلزیاب معدنیاب از مسئولیت ها و تعهدات خود اپراتوره و سیستم فقط یک کمک کننده برای شما نسبت کاری هست که میخواین انجام بدید. شرایط کار کردن با این سیستم ها به این صورتیه: اهداف ریز رو سطح کمتر میگیره و بیشتر برای اهداف بزرگ در عمق یا اهدافی هستن که شما بتونید به راحتی بدون نویز ها یا پارازیت های اضافه و بیهوده که از زمین یا منطقه یا اهداف دیگه پدید میاد هدف رو پیدا کنید. پس تجربه شما مهمترین عامل برای موفقیت شما. امکان داره بعضی اطلاعاتی که شما باش برخورد بکنید، چه در کتاب چه در سی دی ها یا مسائل، با هم یه مقداری تناقض داشته باشن. این تناقض رو به خاطر این برای شما شرح میدن که بدونید هر منطقه یه کیفیت کاری داره. مثلا در یه منطقه یک دست با خاک یک شکل، امکان داره هدف هر میزان هم که بزرگتر باشه خودشو کوچیکتر از اون حالت عمومی نشون بده. پس شما با گرند بالانس میتونید بهترین تنظیم رو برای حوزه اون منطقه به دست بیارید تا اون سیستم نسبت به اهدافی که یا مواد معدنی که در اون منطقه هستن و مورد نظر شما نیستن واکنش نشون نده. البته اینم باز حتی مقدوریه. سیگنال بالانس هم در مورد برگشت کاری که شما بر روی این قسمت تنظیم میکنید و بهترین کارهایی رو میشه برای شما ارائه بده. این حالت سیستم رو روشن میکنید، رو حالت متال میذارید، سه تا ولوم بعدی رو رو حالت حداقل میذارید، خوبی که هست تریگر رو میزنیم، این صدا قطع میشه آرام آرام سمت هدف لوپ جلو. اگه هدف بزرگ باشه لوپ جلو واکنشش سریعتر و بهتره که جواب بده. از نقطه شما خارج بشی صدا قطع میشه. این تنظیم اولیه که اهداف سطحی رو میگیره. پس دوباره تنظیمات رو حداقل رو حالت متال قبل حرکت تریگر رو میزنی رو هدف قرار میدی. لوپ جلو رو اهداف بزرگ واکنش اهداف توی اون رو حالت متال قرار میدیم، سیستم رو روشن میکنیم، فقط کلید سیگنال بالانس در حدی میاییم که صدا بده، تریگر رو میزنیم قطع میشه آرام آرام به سمت هدف قطع. هدفی که شما الان میبینید لوله ای که تون به یک اون تا تون متر قرار بود و از محدوده لوله خارج بشیم صدا قطع میشه. مجدد روی لوله بیان سیستم دارای صوت. در این قسمت باید بدونید که ترشهولد و گرند بالانس در پایین ترین حد خودشه.
برای پیدا کردن اهداف تو عمق زیاد سیستم رو حالت کی قرار میدیم؟ سیگنال بالانس و گران بالانس و ترشولد رو روی نرمال یا حد اکثر قرار میدیم؟ سیستم رو روشن میکنیم؟ هدف که بیا تغییر صدا داره که البته این تغییر صدا رو با گوشی یا هدفون شما بهتر میتونید متوجه بشید. باز مجدد تریگر میزنید، ریسیت میشه، روی هدف حرکت میکنید، کاهش صدا نقطه مورد نظر رو مشخص میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. یه توضیح کلی میخوایم در مورد دستگاه TMX بهتون بدیم که به صورت کلی در مورد کلیدها، ولوم‌ها و نحوه کارکرد دستگاه آشنا بشیم. به طور کلی در دستگاه TMX کلیدهای اصلی دو تا هستن، یکی کلید روشن خاموش و یکی کلید سلکتور. کلیدهای جانبیمون یکی کلید دیجیتال هستش و یکی کلید SAT اسپید. پس شد کلید اصلیمون دوتا، کلید روشن خاموش که به طور کلی دستگاه رو روشن میکنه و یا خاموش میکنیم، کلید سلکتور که مراحل مختلف سیستم رو تنظیم میکنیم. دوتا کلید فرعی داریم، یکیش برای روشن خاموش کردن دیجیتالمونه که دیجیتال در این قسمت قرار داره و شکل عددی بهمون نشون میده، و یکی کلید SAT اسپید برای افزایش حساسیت دستگاه و آزمایش هایی که بهتون بعدا توضیح میدیم. کلید اولی کلید روشن خاموش معمولی هستش، در یه طرف روشن و یه طرف خاموش، در یه جهت روشن در یه جهت خاموش، فقط دو حالت داره. کلید اصلی دوم یا کلید سلکتور 4 حالت داره. حالت خاموش اولیه یعنی بدون فعالیت، صدا داره، تریگرتون هم عمل میکنه ولی عمل جستجو باش نمیشه انجام داد. مرحله دوم مرحله باتری چک هستش که در این مرحله کل عددی رو روی صفحه دیجیتالتون نشون میده، دیجیتال روشن میکنیم، کلید آن رو روشن میکنیم، کلید سلکتور رو در حالت دوم یا باتری چک قرار میدیم، میبینیم روی صفحمون یه کد عددی نشون داده. این عدد بین 60 تا 100 یا بالای 100 که باشه خوب هستش، و به 60 که میرسه یعنی دیگه باتری ضعیفه یا داره ضعیف میشه. از 60 به پایینم توی عددی یه دفعه صفر میشه. مثلا فرض میگیریم که به 50 که میرسه یک شماره میخواد کمتر بشه، خاموش میشه، یعنی باتریمون یه مقدار ضعیف‌تر بشه، اون دیجیتالمون فقط عدد صفر نشون میده. این مرحله باتری چکمون. مرحله بعدی مرحله متال هستش. به این قسمت توجه داشته باشید، در مرحله متال دو ولوم اصلی داریم، سیگنال بالانس و گراند بالانس. یک ولوم فرعی داریم به عنوان ترشولد. ترشولد در مواقعی به ما کمک میکنه که بعدا بهتون توضیح میدیم، در همین قسمت متال و یا در قسمت کیو هم کاربرد داره ترشولد. اما مرحله بعدی ما مرحله کیو شد. در مرحله کیو ما یک کلید اصلی سیگنال بالانسمون کار میکنه و کلید گراند بالانس، ولوم گراند بالانس که در قسمت متال کار میکرد اینجا از مدار خارج میشه. پس در حالت کیو ولوم سیگنال بالانس ولوم اصلی ما هست و ولوم گراند بالانس هم مدار خارج میشه. ولوم ترشولد همینطور یک ولوم کمکی هست در حالت کیو. پس یه بار دیگه به طور خلاصه میگیم، کلیدهای اصلیمون کلید آن و آفمون، کلید سلکتورمون که 4 مرحله خاموش، باتری چک، متال و کیو رو داره. کلیدهای فرعیمون کلید روشن خاموش دیجیتالمون و کلید SAT اسپید که در طرفین با حساسیت بیشتر و در وسط با حساسیت کم دستگاه کار میکنه. در حالت متال گفتیم که دو ولوم اصلی سیگنال بالانس و گراند بالانس رو داریم
و کی و این ولوم ترشهولد حالت کمکی داره برای ما، صدای زمینه میده، گهگاهی صدای زمینه هم حتی نمیده، ولی توی حساسیت دستگاه تاثیر داره. در حالت کیو، حالت آخر، ولوم سیگنال بالانس فعالیت اصلی رو داره، گرند بالانس هم مدار خارج میشه و ولوم ترشهولد به عنوان یک ولوم کمکی هستش، صدای زمینه رو برای ما ایجاد میکنه و ما میتونیم بهتر اون نقطه رو که میخوایم کاوش بکنیم. و این قسمت، قسمت هدفون ماست که یه فیش تبدیل بزرگ به کوچیک داره. هدفون ما روی اون فیش تبدیل بزرگ به کوچیک میخوره، داخل این قسمت قرار میگیره و از هدفون استفاده میکنیم و بلنگومون در این حالت قطع میشه. حالا میریم سر تنظیم کردن کلی دستگاه در دو مرحله، متال و کیف. در مرحله متال ما گفتیم که دو تا ولوم اصلی، گرند بالانس و سیگنال بالانس داریم. یک کلید تریگر روی دسته داریم. توی تمام مراحل تنظیممون، ببینید توجه داشته باشیم به این مسئله، در تمام مراحل تنظیممون قبل و بعد از هر تنظیم، یا تغییر صدا یا ایجاد صدا یا تغییر محل، مثل حالتی که میچرخیم با دستگاه تا یه خط جدیدی رو جستجو بکنیم، این کلید تریگر رو فشار میدیم. پس ما میایم دستگاهمون رو میذاریم در حالت متال، کلید آنمون رو در حالت آن قرار میدیم، سیگنال بالانس و گرند بالانس و ترشهولدمون در حالت صفر، یعنی حداقل قرار گرفتن تو همین حالتی که هست، کلید تریگر روی دسته رو فشار میدیم، صدای بوغمون قطع میشه، سیگنال بالانس رو افزایش میدیم تا صدا بده. وقتی که صدا داد، دوباره تریگر رو فشار میدیم، صدا قطع میشه. اون منطقه ای رو که میخوایم جستجو بکنیم رو جستجو میکنیم تا صدا بده دستگاه ما. کلید SAT-SP در این مرحله یا چپ قرار بدین یا راست. در این دو حالت دستگاه با حساسیت بیشتر و بهتری میتونه نسبت به فلزات کوچکتر و یا در عمق پایینتر کار بکنه. و عرض به حضورتون که ما در مرحله متال که سیگنال بالانس و گرند بالانسمون رو گفتیم، افزایش میدیم سیگنال بالانس رو تا صدا بده. در این حالت ما میتونیم از کلید ولوم گرند بالانس هم به این صورت استفاده کنیم که اون رو در جهت عقربه‌های ساعت میچرخونیم تا جایی که صدا قطع بشه. صدا که قطع شد، کمی برمیگردونیم، مجددا صدا وصل میشه. همون جایی که وصل شد ولش میکنیم، تریگر رو میزنیم و جستجو میکنیم. به این مرحله میگن حالت آستانه صدا. فوق العاده حساسیت جستجوی دستگاه ما بیشتر میشه. حالا اگه ما بیایم یه فلزی رو تصور کردیم که الان صدا داد دستگاه ما فلز هست. ببینید الان در مرحله تصور هستیم که اینجا چون صدا داده دستگاه ما فلزه، حالا میخواییم اطمینان پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم که فلز هست. دو تا حالت داریم، یکی استفاده از ترشهولد هستش، یکی استفاده از همون حالت آستانه صدا که خدمتون گفتیم. حالت آستانه صدا که گفتیم، میبریم گرند بالانس رو بالا، صدا که قطع شد برش میگردونیم، دوباره صدا میده، بعد تریگر رو میزنیم. اما ترشهولد، کلید تریگرمون رو فشار میدیم، آروم آروم ترشهولدمون رو میاریم بالا. در بعضی مواقع صدای زمینه نخواهیم داشت، در بعضی مواقع صدای زمینه خواهیم داشت، ولی ترشهولد چه صدای زمینه در حالت متال، چه صدای زمینه داشته باشه و چه صدای زمینه نداشته باشه، در پیدا کردن اجسام ریز و یا اینکه بالا بردن حساسیت دستگاه ما به ما کمک میکنه. پس ما اگر صدای بوق ضعیفی داشتیم و یک عدد کمی رو روی دیجیتال داشتیم، برای اینکه مطمئن میشیم اینجا فلز هست یا نه، حتما اطمینان حاصل میکنیم کلید SAT-SP در یکی از طرفین باشه، سیگنال بالانسمون رو ترجیحاً در آستانه صدا قرار میدیم، تریگرمون رو فشار میدیم، ترشهولدمون رو بالا میبریم تا یه صدای زمینه خفیفی به گوشمون برسه
بعد کلید تریگر رو فشار میدیم و جستجو میکنیم. در این حالت صدای بهتر و بیشتری داریم. چرا؟ چون ما صدای زمینه داریم و از یه مرحله با صدا، اگر صدای بیشتر داشتیم یا کاهش و افزایش صدا داشتیم، مشخص میشه که اونجا فلز واقعا وجود داره. مرحله بعدی ما مرحله کیف هستش. در مرحله کیف عرض کنیم خدمتتون، ولوم اصلی سیگنال بالانس هستش، گرند بالانس هم مدار خارج میشه، ترشهولد هم با عنوان صدای زمینه به ما کمک میکنه. در مرحله متال ما اگر کلید ولوم سیگنال بالانس رو در قسمت های اولیه تا جایی که صدا میده قرار بدیم، بعد تریگر کنیم و جستجو کنیم، ما فلزات کوچک رو ممکنه نتونیم پیدا کنیم، اون حالتی که گفتیم صدای ضعیف داریم رو به دست بیاریم. برای اینکه حساسیت بیشتر داشته باشیم میتونیم این تریگر رو روی دست فشار بدیم، ولوم سیگنال بالانس رو افزایش بدیم تا این دستگاه ما دوباره صدا بده. وقتی که صدا داد کلید تریگر روی دست رو میزنیم، در این حالت صدا قطع میشه، جستجو میکنیم. پس نتیجه میگیریم از اینکه هرچه سیگنال بالانس رو در حالت متال بالاتر ببریم، دستگاه ما حساسیت بیشتری پیدا میکنه و نسبت به فلزات ریز یا اون فلزاتی که نسبت به اون حجمی که دارن در عمق پایینتری قرار دارن حساسیت بهتری بدن. ببینید، توجه داشته باشین، تمام اینها قطعی و یقین نیست، چیزهایی هستش که به کاوش ما کمک میکنه و ما رو در کاوش کردن یاری میکنه تا بتونیم بهتر عمل بکنیم. اما در حالت کیف، در حالت متال دیدیم که هر چقدر سیگنال بالانس رو افزایش میدادیم، یا در حالت آستانه صدا قرار میدادیم یا ترشهولد رو زیاد میکردیم، تریگر میکنیم، جستجو میکنیم، بهتر میتونستیم به نتیجه برسیم. ولی در حالت کیف درست برعکس این عمل در سیگنال بالانس انجام میشه. شما اگر سیگنال بالانستون در مراحل اولیه و کم باشه، فلزات کوچیک رو و سطحی رو میتونیم پیدا بکنید. همچنین اگر یه فلزی بزرگ بود و در سطح پایین تر قرار داشت، میتونید در حالتهای اولیه پیدا بکنید. پس در حالتهای اولیه تو این قسمت سیگنال بالانسمون رو اگه بچرخونیم صدا میده، تریگرمون رو مجدد فشار میدیم، صدا قطع میشه، جستجو میکنیم یا فلز بزرگ یا کوچیک رو پیدا میکنه. حالا میخواییم فلز کوچیک رو حذف بکنیم، درست برعکس حالت متال که هرچی بیشتر میبردیم سیگنال بالانس رو بالا، حساسیت بیشتر میشد نسبت فلز کوچیک. در اینجا برعکسه، از یه حدی که بگذره دیگه فلزات کوچیک رو نمیگیره و در این قسمت‌های بعدی که از مرحله اولیه میگذریم فلزات بزرگ رو میگیره و سطحی‌تر رو میگیره، فلزات عمق پایین و کوچک رو دیگه نمیگیره. در این روش ما یه حالت دیگه داریم، مثل همون حالت متال که میومدیم از ترشهولد استفاده میکردیم، عیناً استفاده از ترشهولد در مرحله کیف مثل متال هستش، با این تفاوت که اینجا شما کلید تریگر فشار میدین، میایین بالا یه صدایی دارین، صدای زمینه. در حالت که صدای زمینه اکثر اوقات ایجاد میشه، ولی در حالت متال اکثر اوقات صدای زمینه با ترشهولد ایجاد نمیشه، اما حساسیت ایجاد میشه. بنابراین اینجا صدای زمینه خفیفی که به نظرمون رسید، به گوشمون رسید، دوباره کلید تریگر رو فشار میدیم و جستجو میکنیم. در این حالت ما بهتر میتونیم فلزمون رو کاوش بکنیم و مطمئن تر هستیم نسبت به اینکه اینجا فلز هست یا نه، و نسبت به مواقع مختلف و اون زمانهای مختلف و اون شرایط مختلفی که داریم، این حالت آستانه صدایی که با ترشهولد ایجاد میکنیم ممکنه وقتی که روی فلز رفتیم ابتدا صدای فلز کاهش پیدا بکنه، صدای بوق ما، و وقتی که روی فلز رد شدیم صدای بوق برگرده دوباره بالا.
و در یه مرحله کاهش پیدا میکنه و یه مقداری که ازش عبور کردیم، چون میدونی که عبور ما از روی فلز به اندازه دو آنتن در طول دستگاه است، اول یه مقدار کاهش پیدا میکنه بعد افزایش پیدا میکنه، یا برعکس که بستگی به شرایطی داره که ما در اون قرار داریم. یک کلید SRT speed داریم، این کلید SRT speed میخوایم حالا براتون توضیح بدیم. در هر دو حالت متال و کیف، در هر دو حالت متال و کیف کلید SRT speed عمل میکنه. اگر وسط باشه برای فلزات کوچیک، عمق کم و همینطور فلزات بزرگ رو پیدا میکنه. چطوری؟ اگر یه فلز کوچیکی در سطح بالایی باشه پیداش میکنه، ولی اگر در وسط قرار دادیم فلز کوچیکی رو داشتیم پیدا نمیکنه، بوق نمیزنه. چرا؟ چون اون فلز در عمق پایین تری قرار گرفته یا اونقدر کوچیکی که دستگاه ما در حالت وسط نمیتونه پیدا کنه. بنابراین ما کوچکی و بزرگی رو گاهن میتونیم از طریق همین SRT speed مطمئن بشیم. به همین جهت همیشه یا در سمت راست یا در سمت چپ این کلید رو قرار میدیم و کمتر در قسمت وسط قرار میدیم. در قسمت راست یا چپ بود، تمام روش هایی که گفتیم در متال و کیو عمل میکنه، عمل میکنیم و یه صدای ضعیفی داریم. میبینیم که مثلا فکر میکنیم که یه فلزی کوچیکه، حالا میخوایم مطمئن بشیم بهش. در حالت چپ یا راست هستش SRT speedمون، اون رو در حالت وسط قرار میدیم. اگر صدا داد متوجه میشیم این فلز بزرگه یا در سطح بالایی قرار داره. اگر صدا نداد متوجه میشیم که این فلز یا در سطح پایین قرار گرفته یا اینکه فلزمون کوچیک هستش. در آخر با امید اینکه بتونید از این دستگاه بهره خوبی ببرید، یک بار به طور کلی و خلاصه و مختصر همه چیز رو از نو تکرار میکنیم برای یادآوری. کلیدهای اصلی ما، کلید روشن خاموش ما دو حالت داره، کلید سلکتور چهار حالت همون که چهار حالت خاموش، باتری چک، متال و کیوه. حالت باتری چک ما در ارتباط با صفحه دیجیتاله و کلیه کلید ولوم هامون از قبیل سیگنال بالانس، گرم بالانس، ترشولد و SRT speed و همینطور تریگر روی دسته عمل نمی کنن. و چراغ‌های ما به صورت قرمز رنگ و با زمینه مقداری سبز هستش. پس این مال حالت باتری چک که روی صفحه هم کد عددی نشون میده، از 60 تا بالای 100 باتریمون خوبه، به نزدیکای 60 که میرسه دیگه باتریمون ضعیفه. حالت بعدی حالت متال هستش. البته دو کلید فرعی دیگه داریم، کلید روشن خاموش دیجیتالمون، یه طرف روشن یه طرف خاموش، کلید سه حالته SRT speedمون که ببینید حالت چپش، حالت وسط و حالت سمت راست، یا بالعکس حالت این سمت وسط و به اون سمت. مرحله بعدیمون مرحله متال بود. سیگنال بالانس و گرم بالانس ولوم های اصلیش هستن. ولوم فرعیش برای افزایش حساسیت ولوم ترش هولده. اگر صدای ضعیفی داشتیم تریگرمونو میزنیم سیگنال بالانس رو افزایش میدیم، دوباره صدا میده، تریگرمونو میزنیم صدا قطع میشه. باز برای اطمینان بیشتر زمانی که صدا داریم گرند بالانسمونو افزایش میدیم تا صدا قطع بشه، برمیگردونیم تا جایی که صدا وصل میشه فرضاً در این نقطه. در هر نقطه‌ای که صدا دوباره وصل شد ولش میکنیم، رهاش میکنیم و کلید تریگر رو میزنیم. برای استفاده از ترشهولد در مرحله بعد از این برای اطمینان بیشتر تریگر رو میزنیم، ترشهولدمون رو افزایش میدیم. اگه صدای زمینه داشتیم فبه ها، اگه صدای زمینه داشتیم توی مراحل نرمال یا حد اکثرش وسط یا آخر بیشتر میبریم. دوباره تریگر میکنیم، جستجو میکنیم. در مرحله کیف که مرحله بعدیمونه، گرند بالانس عمدار خارج میشه و دیگه کارایی نداره، سیگنال بالانس ولوم اصلیمونه. در قسمت‌های اولیش فلزات کوچک و بزرگ رو هر دو رو پیدا میکنه،
در قسمت‌های بعد از اولیه فقط فلزات بزرگ رو پیدا می‌کنه و سطحی عرض به حضورتون که ترش‌هولدش مثل حالت متال هستش، تریگر رو می‌زنیم، افزایش می‌دیم، صدای زمینه پیدا می‌کنیم، تریگر می‌زنیم، عروی فلز یا اون محلی که فلز احتمال می‌دیم باشه رد می‌شیم، صدای ما افزایش و کاهش داره. در مرحله بعدی کلید فرعی SAT اسپیدمون حالت وسط که باشه، برای اینی که ببینیم فلزمون کوچیکه یا بزرگه و اینکه حساسیت افزایش بدیم در چپ یا راست قرار میدیم، در وسط برای اینکه ببینیم فلزمون کوچیک و بزرگه طبق تعریفی که قبلا کردیم. یه فیش هدفون هم داریم که این قسمته، یه فیش بزرگ داخله میخوره، یه فیش کوچیکی سر هدفونتونه که روی اون فیش میخوره به عنوان تبدیل اون هستش، فیش واسطش و صدا رو از هدفون میشنوید، میتونید استفاده کنید. در قسمت دیجیتالمون کد عددی نشون میده، اون عددی که اونجا نشون میده بیانگر این که احتمالا اینجا فلز هستش. روی قسمت پانل بالاییمون یک چراغ رنگی داریم که دو تا چراغ یک زوج چراغ رنگی کنار هم هست. وقتی تریگر رو فشار میدیم در حالت متال و کیف این چراغ زمینه سبز داره و وقتی روی فلز میره زمینه قرمز داره، یعنی قرمزش به سبز غلبه میکنه و از قرمز میشه رنگش، سبز کمتر دیده میشه. این توجه رو هم داشته باشید همیشه کلید شاسی روی دسته رو قبل و بعد از هر تنظیم یا هر تغییر صدا یا هر تغییر موقعیت و مکانیمون باید فشار بدیم تا دستگاه ما آماده باشه برای کار کردن. امیدوارم که از توضیحاتی که داده باشیم بتونیم استفاده کامل رو ببرین و در کارهایتون موفق باشید. اینجا شما کاهش صدا رو می‌بینید روی هدف. این هدف اگه اسفالت رو توجه کنی به صورت یک خط روی زمینه که قبلا اینجا برای لوله گاز حفاری شد. در حالت کیوه که صدا کاهش پیدا می‌کنه، روی اون فلزی که سطح افزایش پیدا می‌کنه. حالت کیف قرار میده، سیگنال بالانس رو تا ماکسیموم بالا میاریم و ترشون رو روی عدد 32 قرار میده و کلید نان مارشن رو حالت وسط قرار میده. بعد از این تنظیم کلیه رو فشار داده و صدای زمینه ایجاد میکنه. آرام آرام حرکت میکنیم در هدف های عمقی صدا قد و هدف های سطحی صدا بالا میده. این تنظیمات شما باید به شکل‌های مختلف برای اهداف مختلف در عمق‌های گوناگون انجام بدین تا بهترین کارهایی رو بتونین به دست بیارید. صدا الان قطع شد، روی هدف از هدف رد میشه، صدا برمیگرد. حالا یک بار دیگه سطح و عمق رو میگیریم، ببینید این فلز لوله گازه، صدا قطع شد، روی فلز سطح پله صدا افزایش پیدا کرد. انجام تنظیمات به طور صحیح بر روی زمین از مسئولیت‌های خود شماست و باید انقدر تمرین کنید تا به بهترین کارهایی دست پیدا کنید. حالا یه نمونه دیگه براتون انجام میدیم بر روی این طرف. اینجا لوله فاضلابه. اینها بهترین نمونه ها در عمق. صدا داریم. الان یه تست دیگه میکنیم ببینید صدا به چه صورت در عمق تغییری داره. اینجا شما افزایش صدا داشتید برعکس اون یکی. بستگی به تنظیم شما، هدفتون، نقطتون و محلتون و جنسیت هدفتون داره. اینجا یه محلی که توسط سازمان آب حفاری شده، یه تست براتون میگیریم.
این لوله مستقیمه که میبینید اسفالت دست خورده، جایی که اسفالت کنده شده کار کردن یا محلهایی که افایش شده بسیار سخته، ولی شما تغییر صدا رو متوجه میشین. یک بار دیگه به سمت هدف بیاین. صدا نوسان پیدا میکنه. حالا میایم رو محلی که حفاری نشده، ادامه همون اونه، مجدد میگیریم تغییر صدا رو ببینیم. کلی این کارها رو شما باید انجام بدید تا بتونید به نحو احسن به اونچه که میخواین دست پیدا کنید. امیدواریم موفق باشید و بدونید در کار کردن با سیستم حتما تریگر رو 2 یا 3 بار تکون بدید، دستگاه دارای تعادل باشه، زیاد بالا پایین نشه، چپ و راست نشه، تکون نخوره، که میتونه در هر نوع فلزیابی یا معدنیابی مشکل ایجاد کنه. مجدد بر روی این هدف میایم. ببینید صدا در اینجا قطع میشه، این به خاطر جنسیت این هدفه، چون از جنس لوله گازه و اون جنس قبلی لوله آب بود و که نوسان داشتیم و بر روی لوله فاضلا یک افزایش صدا داشتیم. اینا رو همه رو بعد فلزات در عمقای مختلف بذارید، تمرین کنید تا کارایی خوب، راحت و شنواییتون به صورت دقیق بتونه نسبت به فلزات آشنا بشه. زمین‌های مختلف و جاهای مختلف به شما کارایی گوناگون خواهد داد که این هم از تجربیات شماست و بر عهده اپراتوری که بتونه اون رو به دست بیاره و از تجربه خودش استفاده کنه. این تنظیم در حالت بدون صداست، میتونید ببینید بدون صدا چجوری عمل میکنه و تنظیماتش به چه صورته. البته شما بدون صدا زیاد در عمق نمیتونید کار کنید مگر اینکه خیلی حرفه‌ای شده باشید و بیشتر بدون صدا در حالت کیو انجام میشه. تریگر رو فشار میدیم، رها میکنیم، بعضی مواقع 2 الی 3 بار. تنظیمات همه در مینیمم قرار گرفتن. البته این یک روش تعادلیه که در مینیمم امکان داره همیشه به شما جواب نده و حالت متال هستیم. بله، شما باید تنظیم‌ها رو نسبت به موقعیت منطقه‌تون انجام بدید، ولی شرایطی رو که میگیم پیاده میکنید. تریگر رو فشار میدیم و رها میکنیم، به سمت هدفی که هست در سطح میریم، افزایش صدا داریم. اگه بتونید دستگاه رو درست تنظیم کنید که این عمل در عمق انجام بشه، شما میتونید برای نقطه زنی، برای چک بعد کیو بهترین کارایی رو داشته باشید. پس شما کار رو با کیو و متال همراه در یک نقطه یا محدوده انجام میدید. تغییر صدا و تفکیک رو میتونید با آشنا شدن صدا در زمان تمرین توسط قسمت کیو به دست بیارید و در قسمت متال برای گرفتن اون نقطه و مشخص شدنش در عمق. گفتیم خدمتتون سخته برای عمق از متال استفاده کردن. امیدواریم موفق باشید.